سلام. چطوری؟ خیلی قهوه ریختی واسه من؟ قهوه تلخ. قهوه تلخ؟ نه. سلام. همه خوابی داشت امروز. سلام. ساعت 9 صبح الان البته 10 دیگه دروب شد. بچه ها امروز یه جوری عجیب میخواستن سریع شروع بکنن و هر موقع اتفاق میفته دیرتر شروع میشه. یعنی تو اگه میگفتیم ما 11 بیایم احتمالا سریعتر شروع میکردیم. آه اوکیه، چون موقعی که میگی 11 10 اینجاست، نمیدونم چرا. توی اون فیلمی که گرفته بود بود زنگ زده. آره اصلا نمیدونم چرا. ایمان اصلا ناراحت. آخه نه، وقتی میگید 9 و نیم دیگه، اصلا 9:25 زودتر دیگه، واقعا اگه زنگ بزنید خب فحش داره، ممکنه که یه ذره برخوره. چون من میدونی که الان تو شرایطی هستم زندگیم که خیلی دقیق باید ساعت هم دیگه پشت پشت برنامه داری. پشت پشت برنامه دارم. چه خبر؟ خوبی؟ سلامتی. پشت پشت برنامه دارم. قشنگه. نه کارو همیشه خب یه بافر تایمی هم میگه دیگه، مثلا 9 و نیمو که میده. نه اول گفته بود 9، دیشب شد 9 و نیم. نه ایش بود، 9 ایش. نه ولی من چون میدونم بعد دیشب من منطقی فکر کردم، خب من که امکان نداره 9 بتونم جایی باشم، گفتم 9 و نیم. خب 9:41 من اینجا بودم. تو خودت اون صابونه کانتیننتال ماشین جا شد پایین راحت. آره اوکی. آقا اپریشییت کنید 9:41 من اینجا. نه بله دقیقاً 9:41. نه نه ولی من نه روزی نه نه روزی اپریشییت میشه که وقتی بگی هم موقع اونجا باشی. من چند بار این کارو کردم، من زودتر از شما هم رسیدم پیش ریوارد نشد. نه آخه یه مدت زودتر است به خاطر اینکه بچه‌ها مثلا دیزاستر داشتن. آقا مثلا پنچر شده بود، این چپ کرده بود. نه من سرتون زودتر می‌رسید. از سختی ما برده. مثلا آره. نه ولی بوده که کار اومده، من خوشحال بودم و گفتم. وایسادی منتظر پیتوکی وایسا. من همیشه عادتمه که دیر میام. ببین به عادت های بد خودتون چیز نکنید، افتخار نکنید این بده. نه ولی چون این هفته چیز بود متفاوت بود، اینا گفته بود که حتما زود بیایم، من صبح زود 7 بیدار بودم. آره یعنی اون یه نفری که گفت برنامه رو بزن یک شنبه صبح زود، خودش نفر آخر رسید. همین از قشنگ اگه اومدن برنامه. تحقیق واسه کارون وقت داماد می‌خواستن ما اینو بگیم یا نه؟ بگیم آقا دمه دیر اومد میرسن به زمان. میرسن به زمان یعنی زمانه. جملت رو تموم نکن، اجازه بده که جملت تموم نشه. وضوع مبرهنه که ایشون دیر میان. نه دیگه از اپیزود معلومه، این هزاران بار گفتیم که کارون دیر میرسه. دیر میرسه. چه خبر؟ هفتتون چطور بوده؟ سلامتی. هفته رو نمیخوای بزنیم اپیزود بعدی؟ حالا یه دو تا چیز بگید میخوان یه دیگه برین. نگاه استیل گنگو این هفته. اونم باید اپیزود بعد بگیم دیگه. بابا کلی خبر هست اپیزود بعد باید صحبت کنیم. چیزی که تو این اپیزود بتونیم بگیم چیه؟ من در مورد هفته هم میتونم بگم. در مورد چی میتونی بگی؟ هفته بگو. فقط موتور سواری کردم این هفته. نه بابا. من 700 کیلومتر موتور سواری کردم. 700 کیلومتر؟ آره. سه بار تا ویسلر رفتم. نه بابا بارونی نبود؟ چرا سرمام خوردم مگه بخوای بدونی؟ صدات من مرسی که قهقهه که میزنم. آره قهقهه که میزنم یه ذره قفس سینه. من سوال دارم این پشتش از این گلگیرا نداره میپاشه رود؟ مطرح شد این سوال. مطرح شده میپاشه رود؟ دیر مدی نیست ولی اگر که بارون بیاد خیس میشی پاشه پشت زر خیس میشه، برای همین سرم خورد. ولی دیگه از یه حدی که بگذره دیگه بیشتر از اون گلی نمیشی میدونی دیگه. آخه ببین واقعیش موقعی که میشینی اینجا مجبوری یه سری مثلا لباسینای مخصوص بپوشی دیگه، ضد آبه مثلا کاپشن و اینا رخ نمیکنه مثلا زیاد به خودت رخ نمیکنه. راضی از موتور جدید؟ به قول خارجی دیسترکشن خوبیه دیگه. الان درست علی دیدی موتور رو تو اکشن؟ نه من خاموشش رو پایین دیدم الان. خیلی صدای زیبایی داشت. زیاد صدا. ابناکشسه. چیز عجیبیه. بگو دیگه، بگو چه موتوریه. عجیب ترم بشه. موتور خاصی نیست. مارکشو دوکاتیه. موتور انجینش هم می‌خواد بگی. 1260. آ بابا. آره. خودروی پراید تو ایران با 1300 تولید می‌شد اوایل. صفر سهش دو شیشه. میدونی چند اسبه؟ 159 159 اسبه اون موتور؟ اون موتور
دو چرخه. واه خیلی قویه. نه دیگه میبینی ایمان ویدو میکره. آره دیگه گفتید حرف که میخواستم زبرد جلوی موتور میاد بالا مثلا وقتی که گاز بدی اگه زیاد بده اگه خاموش کنی زیرشو میاد. شما 159 تو هست و با هرچی ببندید اگه سرش میاد بالا گفت چی کنترل داره؟ ویلی. ویلی یعنی هم ویل مثلا ویلی به تک چرخ میگن ویلی دیگه. آها جلوشو میگیره. آره ولی میتونی خاموش کنی همه اینا رو یواش یواش این کارا رو میکنم. نه دیگه نکن دیگه بی سیف. بعد داره مثلا این استاکش 159 اسب چیز داره هورس پاور داره. بعد تو هرچی مثلا این چیزه مختلف گردش برمیداری سبکتر هم میشه دیگه. و چند میره؟ تا چند میره یا من تا باش چند نه تا چند اسب مثلا میره بالا؟ 65. خیلی زیاده برای موتور. و برای موتور یه دونه اسب بخار حس میشه. آره بابا خیلی چیزه بازه دیگه دورت. فقط چیزش اینه که دیدید سوار مثلا ماشین بهتر میشی موقعی هرچی سرعت بیشتر میری نمیفهمی موتورم تقریبا اینطوری. من نمیدونستم. سوالم همین بود. آره چند روز پیش توی جاده ویسله سر آوردم بالا دیدم سر 75 دارم. نه بابا کجاش؟ تو پیچا. ببین من برگشت از ویسلر دفعه آخر زیر 115 نیومد سرعتم. و موتور سوار دیگه هم بود تو جاده؟ کم ولی بودم که بهت از اون اختار و اینا بدن ولی هم اشتباه میدادن. آره اینجا توی جاده ها موده که موتور سوار رو به هم دیگه مثلا ندا میدن اگه پلیسی چیزی باشه و اینا. ولی هر دفعه من دادن اشتباه بود. یعنی من این سوالتم کم میکردم میوادم پایین و میدم که تو میخواستن جونه تو مقصد چه میدونم آدم چند تا میرم. تایر این یکم خیلی بزرگتر قبلی بود وقتی دیدم. نه یعنی آره ولی نسیسری چیز خوبی نیست تایر بزرگ به خاطر که میفته توی این مثلا اگه رو آسفالتی ردی باشه خطی باشه مثلا چاله‌ای باشه میفته اون تو بعد اذیتت میکنه. تو قهقهی که میزنی نه چیز مانورتو کم میکنه دیگه چون میفته توی اون سوراخ. بعد جاده ویسته سرد بود چجوری زنی زمینش که یخینا نزده بود. نه ولی یه روزش بارون اومد دیگه. یه روزش بارون خوردم برای همین احتمال سرم خوردم. چیزه ولی جالبه موقعی که موتور سواری میکنی تقریبا به هیچ چی دیگه فکر نمیکنی. من دیشب این جمله رو به یکی گفتم یعنی نقل قول کردم از شما. با من خیلی دوست دارم حالا بعد پیاده میشی یا همه اون فکرها حمله نمیشه تقریبا همونه. یعنی مثلا میشینی یه دقیقه مثلا میره مثلا به خاطر یه گرمشی معمولا اسکوامی شما مثلا یه کافی میگیرم بعد بقیه ادامه راه میرم اون استاپ اسکوامی شما واقعا پینه واقعا پینه. آره آره بعد همه سوال تکنیکی داریم. یه باکش چند تا میره؟ بستگی داره. حالا چطور رفتی؟ یه باکش ببین من از لنگلی اومدم ونکوور یه دو سه تا چرخ تو ونکوور زدم رفتم اسکوامیش بنزینم تقریبا تمام شده بود. خوبه؟ یعنی اون دوری هم که زدم مثلا رفتم داونتاون برگشتم اینا. برای یه باکش قشنگ میتونی باش بری ویسلر برگردی. موتور هم مثل ماشین مثلا بنزین خاص باید بزنی توش یا فرقی نداره؟ آره مثلا اینو باید 91 بزنی. کلن 91 بازه ایما دوچرخه هم میگیره باید مثلا با بنزین با برق 91 با برق 220 باید فقط شده. آره مثلا آره من که درگیر فقط موتور بودم این یه هفته گذشته و دوباره هوای بد شد. بعد عجیبه مثلا زده بارونیه بعد یهو آفتاب میشه هوای بهاره اذیت رو میکنه. میگن دوزه چی میگن؟ بله هم دوزه هم هم میکنه. آره چی؟ شغلای دیگه هم داره. شما چقدر شما ایزی بگید در مورد هفتهتون؟ هوای دیوانه ایه این هفته رفتم. تو میتونی بگی که چرا باید زودتر شروع کردیم یا اینکه پرسوناله؟ نه جایی دعوتم باید برم. اوکی. آره چیز خاصی برای همین خوشتیپ اومدی. آره دیگه شیک. من رفتم دکتر متخصص بالاخره این هفته برای پا. آره بعد کسایی که نمیدونن کارون یه
چند وقت پیش، 4 سال پیش تو فوتبال یه صدمه ای دید و از اون موقع دیگه این پای ما لپر شد و دیگه هنوز خوب نشد. دنبال دکتر بعد این دکتر عکس ایکس رای به من نشون داد تو کامپیوتر، قشنگ یه چیز انقدی یه استخون دیده میشه این تو زائد تو. آره انقد قشنگ دیده میشد به من نشون داد. اونقد خیلی ها، یعنی بعضی موقع سر انقد آدم ها جنگ را میفته. آره بعد نشونه گفت این خیلی هم دیپه، گفت این اون پایینه پایینه. شنیدی که شنیدی جوکشو حرف آقا رفت رو هوا حرف آقا رفت رو هوا مویسه من اینو بگم بعد این میتونه بیادایی باشه اگه خواستید گوش ندید هیچ گوش نمیده. سر این تیزه آیفون اومده بود، مثل آیفون چون هم نیم اینچ و سال هم بیشتر میشد سایز سکرینش و همون گفتن که نیم اینچ دازه مره میگفت ask your girlfriend it does matter. خب که اینطور. آره حالا برام توی اون عکس یه چیز مثلا استخونطور انقدی دیده میشه، حالا اینا بهش میگن بونی فرگمنت یا کلسیفیکیشن فلان. بعد یارو داشت گفت این خیلی دیپه، میگفت اگه ما بخوایم اینو عمل کنیم اصلا همین که یه جوری میگفت قشنگ تو حس میکردی که کار فیزیکی باید انجام بشه، میگفت ما بخوایم عمل کنیم تا بیایم برسیم به اونجا کلی چیز دیگه خراب میشه، بعد تازه اینا رو دوباره باید ببندی. آره کارون نه تنها افکارش بلکه استخوناش و مشکلاتش هم دیپن، یعنی بابا شانس ما مثلا رفته یه چیزی اون پایین پاره شده. خب اگر که اما اول بهش میرسیدن هم فرق میکرد یا نه این چون دیپه، به هر حال دیپه. فکر کنم برای آدم معمولی اصلا اینا عمل نمیکنن، یعنی ورزشکار باشی که قطعا عملش ورزشکار حرفه‌ای عمل میکنن که بتونی برگردی بازی کنی، ولی مثلا برای من احتمالاً این کارو نمیکنن. حالا یه ام ار آی نوشت اینایی که چیز تزریق میکنن و اینا چی تزریق میکنه؟ آها رنگ دای تزریق. آره که ایده بشه کجا پاره است و اینا. داشتی تا حالا؟ یه حسی بعدی داشتی؟ من داشتم واسه آپاندیس. داشت؟ من برای اون چربی هایی که در رو بردم. اصلا دیدی دهنت یه مزه بدی میگیره؟ پا تزریق میکنن دهنت مزه؟ از آره کل چون میافته تو سیستم چیز بعد ریدیو اکتیوه دیگه، چیزی که بهت میزنن ریدیو اکتیوه. بعد یکی از دوستان ما تعریف میکرد، میگفتش که این کاری کرده بوده مثلا روز قبلش و فرداش داشتن اینجا زمینی میرفتن آمریکا، تو آمریکا گرفتنشون ریدیواکتیو دیتکت کردن رو چیزشون ماشینشون گرفتنشون. از میگفت کلی کیلومتر عقب تا اینا فهمیده بودن افتاده بودن دنبالمون. آره وا چه باحال. اون چیز زرد اونا دیتکت میکنه. من نمیدونستم که یه همچین مثلا تکنولوژی وجود داره که از دورتر اینا دیتکت میکنن. یه کانسپیرسی هم هست ایرانی هم که با اینم شو اینم، ولی این خیلی دیگه چیزه. آره خیلی اینویسیوه. یه یادم چی میخواستم بگم. یه ایرانیه گفتی ایرانی هم باشی. این آره این که فکت نیم که ایرانی هم باشی احتمالا تأثیر خیلی زیادی داره دیگه، اگه که سفید پوست بودن یه فرق دیگه این میکنه. حالا یه سوال من شاید یادم نیاد، این تیکه استخونه که میگید تو این مدت تشکیل شده یا اصلا؟ نه همون موقعی که من مصدوم شدم بلا فاصله رفتم سونوگرافی دادم، همونجا یارو دید. بعد اون موقع من اصلا خیلی درد و اینا هم داشتم، یادم طرف که سونوگرافی میگه دید بگو یه لحظه واسه رفت دکتره رو بود، اینا وایساده بودن با هم صحبت میان، گفتم هیچ چی دیگه با ما قرار قطع کنن، ولی هیچ. این همون بعد چقدر فاصله گرفته تو این مدت از اون محیطی که بوده مثلا؟ نمیدونم نه همونجا همونجا تکون نخورده. بعدی میگفت احتمالاً همونی که هم موقعم گفتن دیگه، یعنی عضله کنده شده، عضله یه تیکه از استخونه به خودش کنده. بعد چی دیگه افتضاح. بعد حالا با وایسن ببینم وقت بخورید ام ار آی بگیرم تا به وقت بدن که نمیدونم که یو. یه ایده هم زگو مثلا این آخه یه جای دیگه اش هم درد میکنه، این ور پا که سوراخه اونجا هم درد، میگفت اینجا میتونی بیای کورتون بزنی. آه. من نمیدونم سلول بنیادی چی؟ نپرسیده ازش ببینید اونو باید بره مکزیک. مکزیک و کولومبیا اونا چیزای خیلی پیشرفته گرونی هن. نه مکزیک برات میزنن در تیم ملی ها جیم میخوانند هرچی هست میزن یه پای دیگه هم تولید میشتی. حالا مواظب اونم باید باشی مستوم نشی کارو سپایه ترایپاد خوبه. من یه اپایمنت سعی کنم با این دکتر بگیرم، چون منم کنار دوتا قوزک پام دوتا استخونه اضافه دارم از بچگی. اینقدی حالت تکامل نیافته حیوانیه فکر کنم که رو من مونده. درد داره؟
قبلا درد میکرد ولی الان تنها رو قوزکه کنار پا اینطوری زده مرغی یه دونه پا داره که رو به عقبه میگم دیگه این من تکامل نیافتم. بعد کفشامو زود خراب میکنه این کار، همه کفشام پهن میشه مثلا به اینجوری. آره خیلی دی یک مجموعه این اگه دکتر حل میکنه منم یه سری مشکلات دارم که همینم حل نمیکنن. چیه؟ همین مشکل هم دکتر حل نمیکنن. تو امارایت رفت 4-5 ماه دیگه ده. راحت مثلا من نمیدونم. آره به زنگ میزنم حالا. برو خصوصی احتمالا. آره برم. چنده خصوصی؟ $1,000 800 تا 1000. واقعا $1,000 بعد بهش گفتم آره میخوام برم خصوصی، خسته شدم اینا. تو که 4 سال صبر کردی حالا یه سرم روش حرف منطقی درد یعنی درد روزانه داری؟ نه حالت معمولی کرونیک شده، ولی مثلا وسط خواب ممکنه از درد بیدار کنه. ورزش هم نتونستم بکنم دیگه، فوتبال بازی نکردم این مدت 4 سال. اونم هستش بدیه، اون بدترینه. من اصلا به خاطر اون میخوام خوب شم وگرنه این بده. بریم سر اپیزودمون. سلام، اینجا خودکسته، پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، یکی از میزبان های این برنامه. در کنار من کارون و فراد و فرزاد نشستن. سلام. جونم براتون که امروز اپیزود 319 ماست. برگشتیم با اپیزود دیگه. اپیزود کارونه، میخواد ما رو به قهقرا ببره. ولی قبلش چه خبر؟ خوبید؟ خوشید؟ سلامتی؟ مرسی. بله ما هفته پیش دکتر رفتم دوباره. هفته مناسبی داشتید؟ بعد نبوده. آره درگیر کار و زندگی. آره دیگه مثلا میشه. آره شما چی؟ هفته آره. اول کاریتون خوب بود؟ آره هفته اول کاری بود. آره خوب بود، خدا شکر. داریم عادت میکنیم. عید رو چجوری گذروندین؟ عید براتون کلن ایام عید بوده دیگه، اینطوری که مثلا سینزده به در دیگه امروز میدونم تو هفته گذشته، ولی عید بوده. عید بوده، خوب بود. تا قبلش که همونطور که قبلا گفتیم واسه اپیزود عید هیچ حس خاصی نداشتیم، ولی بعد عید حس بیشتر شد و هی آدمای بیشتر دیدیم و جدی. آره. عید دیدن اینا رفتین زیاد؟ عید دیدنی یه جا مثلا یه 15 دقیقه رفتیم و اومدیم. آره دیگه تا اونجا رفتیم دیگه میموندیم دیگه. نه خب متاسفانه نشد، شرایط سخت بود، بعد سریع ترک میکردیم، ولی یه دیدنی خوب رفتیم. ولی کلیش آقا اینو بگم، این خب کلی مردم زحمت کشیده بودن، آقای کارونی، شیرینی های مختلف، شکلات های مختلف. بعد منم خب تا قبل این هفته هی سعی کرده بودم سالم غذا بخورم، شکر نخورم فلان بسا. این یه هفته گفتم آقا مهم نیست دیگه، یه فاکیتو آخه شیرینی های خوب فاکیت 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 صرف کردی. آره مثلا فرزاد دیشب اومد اونجا سر گز آردی، من چندین سال بود نخورده بودم. اوه هنوز وجود داره گز آردی؟ بعد فرش خونه رو به کسوف خدا گرفتیم فوت کرد با بزرگی ما. هر موقع از شیراز میومد یه سری رفیقای مثلا خفن اصفهانی داشتن که اینا هر موقع همدیگر میدیدن خب یه مقدار زیادی از گز رد آدن میشد. بعد با بزرگی ما هر موقع مثلا از شیراز میومد تهران یه دو سه تا از این پکا داشت. این پکا مثلا با این که پلم شده بودن آرده آخ. به لایه آره. بیرونی چیز میکرد نفوذ. آره نفوذ میکرد، میدیدی یعنی آرده رو درشو که وام کردی انگار بمب اتم زدن تو خونه، همه جا سفید میشد. یعنی یه دونه اینجا تو خارج اینو واکنی 100% فکر میکنن کوکه. آره امکان نداره چیز دیگه فکر کنی. آره رخ کوک کوکائین داره. بعد خیلی شیرینی خوردم این هفته. جواب ناراحتم نیست. خروجی چی بود؟ ها وزن اینا رو چک کرد؟ هنوز تغییر نکرده. کوک استخوان؟ نه بیشتر گور نمیگیری نسبت به قدیم؟ نه این هفته رو شیرینی زیاد بودم. شیرینی گور میگیری؟
هفته پیش هم آروم شروع کردیم ولی جواب خوبی داد. اپیزود دو نگه داشتیم برای اپیزود. من اتفاقا فکر نمی کردم یک شنبه که اضافه کردم یک شنبه ضبط خوبی نشه، ولی هفته پیش خیلی باحال شد. آره اپیزود دو خوب بود. آره. آقا من اپیزود شما هم گوش دادم کارنیا. لطف کردید. نه خب وقت نکردم خدایی. اپیزود برای تو رفته بودم اصلا. دیشب گوش دادم تو را برگشت. قشنگ بود. هی هم بحث صرافی بس صرافی بس. آره. تو چه خبر؟ خیر هفته شلوغی بوده. سری دوتل به قول خارجی‌ها. آره سری مسائلی بوده که در شخصی مشغولش بودم و ولی خب خدا رو شکر گذشت. خدا رو شکر. خوب. منم که نمیدونم چه جوری بود. هفته پیش منم درگیر بودم. کامنت ها رو خوندی؟ همه نگرانتن؟ آره آره. چه حسی داری همه نگرانتن؟ میخواستم ادرس بکنم، نمیدونم واقعا بکنی الان وقتشه. میخوام این کارو بکنم یا نه هنوز مطمئن نیستم، ولی دیگه به قول خودم فاکید دیگه. آقا اول دم همه گرم که این همه کامنت اومده بود که احتمال احساس شده بود که من شاید اونقدر حالم خوب نیست، واقعا هم نیست. الان یه ترانیه داره میشه یه سال که دارم با یه سری مشکلات هست که دست و پنجه نرم میکنم، راحتم نیست، پروفشنال هلپ هم یعنی این والوه به هر حال، ولی خب It is what it is دیگه. امیدوارم که بهتر بشه، ولی دم همه گرم. امیدوارم که توی روند خودکست بچه ها رو اذیت نکنه. همین دیگه. گفتن که دلتنگ اون مدل خنده هاتن. خودم هم همچنین. سلامتی داشتید. غمگین براتون اومدیم. نه به هر حال باید ادرس میشد، یعنی حالا میگم شاید اون جوری که باید شاید ادرس نشد، ولی خب یواش یواش دیگه. امید به این هست که بهتر بشم، ولی خیلی امید میگن زیاد. چند درست میگن چی درست. میگن که نه امید هست، ولی خب میگن do your best but prepare for the worst. اینطوری میگن. درست. چی داری برامون اپیزود؟ مرسی از انرژیتون بچه‌ها. بگو ببینم چی داری. اپیزودی که ما می‌رفتیم انرژی بالایی داشت، دیگه الان عالی شد. راهیت کردیم به سمت آره اپیزود. این اپیزود براتون ترکیبی آوردم از فلسفه ذهن و thought experiment و از این چکیده از فصل قبله. آره یه گفتم خیلی وقت راجبه تات اکسپریمنت صحبت نکردیم، این اپیزود صحبت کنیم. یه تات اکسپریمنت معروفی هست به اسم آزمایش فکری، حالا معروفی هست به اسم The Chinese Room تات اکسپریمنت، شاید چنیده باشید. اتاق چینی؟ آره حالا آره جلوتر متوجه میشید چرا اسمش چینیزه. کلا حالا اگر اپیزودهای فصل پیش ما رو گوش نکردید، اون موقعی که راجع به آزمایش فکری من بیشتر صحبت کرده بودم، آزمایش فکری معمولا مطرح میشن که یه سری مباحث پیچیده‌ای که شاید مثلا ما آدمای معمولی سخت باشه برامون بفهمیم رو با یه آزمایشی که همه میتونن راحت بهش فکر کنن یه جوری ساده بیان بشه که ما هم یه درک و شهودی داشته باشیم. مثلا اون معروف ترینش گربه شرودینگر که در واقع میخواد توضیح بده که چجوری توی حالت کوانتومی ممکنه که یه ماده در واقع دو تا وضعیت رو همزمان داشته باشه و وقتی که ما اون رو میبینیم یکی از اون حالات رو به خودش میگیره. مثلا میگن که الکترون در هر لحظه، الکترون دور در واقع اتم در هر لحظه میتونه چند جای مختلف باشه، ما دقیق نمیدونیم کجاست، مثلا به احتمال اینقدر درصد اینجاست، به احتمال اینقدر درصد اینجاست. اون لحظه‌ای که ولی مثلا ما عکس ازش میگیریم در واقع اون لحظه‌ای که دنیای آره مکانیکی میخواد اون رو ببینه یکی از این حالات رو به خودش میگیره. که اون آزمایش معروفش هم اینه که یه گربه‌ای توی یه جعبه، توی اون جعبه در واقع ماده رادیواکتیوی هست که به احتمال 50% ممکنه فعال بشه، در واقع اگرم فعال بشه گربه میمیره.
وقتی که گربه توی اون جعبه است به احتمال 50% زنده است، به احتمال 50% مرده. این همون الکترونه. الکترون مثلا به احتمال 50% اینجاست، به احتمال 50% اینجاست. ما نمیتونیم به قطع به یقین بگیم کجاست. ولی وقتی در جعبه باز میشه، اون حالت کوانتومی یکی از حالات ممکن رو به خودش میگیره و دنیای مکانیکی ما اون رو ابزرو میکنه. در جعبه که باز میشه، گربه یا مرده است یا زنده، دیگه همزمان دوتاش نمیتونه باشه. آره، اون در واقع آزمایش فکری به مایی که حالا فیزیک کوانتوم بلد نیستیم و خیلی مفهوم پیچیده رو باهاش آشنایی نداریم، کمک میکنه که راحت متوجه بشیم که یعنی چی که مثلا دو تا حالت رو همزمان میتونه داشته باشه. حالا این The Chinese Room Experiment اینه، Thought Experiment در واقع اینه. اول من خود اکسپریمنت رو به شما میگم که یه ذره بهش با هم فکر کنیم، بعد جلوتر میگم که در واقع راجع به این صحبت میکنیم که چرا این مطرح شده، در واقع چه ایده‌ای رو میخواد دعوت کنه از ماها که بهش فکر کنیم و معنیش چیه. داستان اینه، فرهاد چون حافظه تصویری خوبی داره، ما فرهاد رو میذاریم توی اتاق دربسته. توی این اتاق دربسته یک کتاب دستورالعمل وجود داره. بله. که این کتاب دستورالعمل فرض کنید یه سری ایف و الس توش هست. مثلا به شما میگه که اگر ورودی که به فرض کنید این اتاق یه جایی داره که مثلا یه نامه از توش وارد بشه، این نامه ها همه به زبان چینیه. فرهادم که زبان چینی بلد نیست اصلا، ولی توی این کتاب دستورالعمل توی هر صفحهش مثلا نوشته که اگه ورودی مثلا اینا بود، تو این خروجی رو بنویس روی کاغذ بده بیرون. یه کتاب دستورالعمل خیلی بزرگیه که تمام حالتهای ورودی، یعنی تمام نامه هایی که ممکنه از بیرون وارد بشه رو توش داره. مثلا اگه به زبان چینی روی کاغذ نوشته باشه مثلا سلام چطوری، فرهاد اون توی اون کتاب پیدا میکنه سلام چطوری، من خوبم، سلام خوبی، تو چطوری، اینو میتونه به زبان چینی فرهاد روی کاغذ بنویسه بده بیرون، در صورتی که هیچ ایده ای از معنی ورودی نداره، هیچ ایده ای از معنی خروجی هم نداره. و فرض کنید فرهاد چون آدم خیلی صبوری هم هست، اینو ما سالهای سال توی اون اتاق نگرش میداریم، از بیرون هم یه خانومی که چینی بلده، یه خانم چینی که چینی بلده برای فرهاد هی نامه مینویسه. اون خانومه هیچ ایده ای نداره توی اون اتاق چه خبره، یه جایی هست که این نامه رو میفرسته تو. اون خانم عاشق من میشه. دقیقاً. جدی؟ آره، میتونه عاشق تو بشه. اون خانم برای تو نامه مینویسه. بعد اون که نمیدونه تو چه خبره. تو نامه رو جواب میدی. دوباره نامه مینویسه، نامه رو جواب میدی. بعد توی این طی سال یا سال ممکنه که واقعاً اون خانم عاشق تو بشه. چون میگه که تو یه آدم چینی هستی که چینی بلدی و خیلی هم خوب جواب میدی. مثلا دستورالعمل خیلی خوب نوشته شده و این آدم عاشق تو میشه. بعدم بهش میگم عاشقته. ولی تو رو بعد حالا سوال اینه که آیا فرهاد چینی یاد گرفت اون تو طی این سالیان سال؟ نه خیلی. از این سوال هست که میتونی بگی نه ولی شاید نه 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 جواب واقعا نه دیگه، تو جواب بده به این سوالای کارو. نه نه اصلا نکته ای نداره، واقعا جوابش نه. تو اون تو که چینی تو تیوار اولین بار توی 8 فصل که کارون نکته ای نداره تو سوالش. به شرفت نمیره با جواب دادن به سوال. هر دفعه که جواب میدی یاره یه جوری شرفت میره. بعدم کارون میگه آره اینم هست، و اینی که میگه اینی که با این که تو احمقی ولی خب یه حقیقی هم داری. در واقع کاری که فرهاد اون تو انجام میداد یه سری سیمبل منیپولیشنه، یعنی یه سری سیمبل برای سمبل یه سری نماد اومده تو، فرهاد هیچ ایده‌ای نداره راجع به اونا، تونسته این نمادا رو با اون کتاب دستورالعمل در واقع مپ کنه، خروجی مناسب رو پیدا کنه، بنویسه بده بیرون بده به خانومه. آره، فرهاد چینی یاد نگرفت ولی تمام دیالوگایی که برقرار شد کاملا معنادار بود. مثل کامنتایی که میاد رو اپیزود. آره، حالا این آزمایش فکری رو یه فیلسوف آمریکایی سال 89 در واقع مطرح کرد به اسم آقای جان سرل. خب ایشون روی فلسفه ذهن کار میکنن، مایند فیلسوفی کار میکنن. بیایم یه سری پله به پله یه سری مباحث رو مطرح کنیم، برسیم به این که اصلا این آزمایش فکری چرا طراحی شد، داره راجع به چی صحبت میکنه. اول راجع به مفهوم تابع. چرا میخندی؟ اگه مطلب خنده داری یاد سپهر افتادم. سپهر با ما هست. اول راجع به مفهوم تابع یا فانکشن صحبت کنیم. اینو همون باش
آشنایی احتمالاً داریم. تابل یا فانکشن در واقع یه فرمول ریاضی میتونه باشه که یه خروجی داره، اون ببخشید یه ورودی داره، یه سری در واقع حساب و کتاب روی ورودی انجام میشه، یه خروجی داره. مثلا تابه چون fx مساوی 2x به علاوه 3، هر xی رو که بهش بدی ضرب در 2 میکنه، به علاوه 3 میکنه، میده بیرون. خب میشه فانکشن یا تابه. حالا توی فلسفه ذهن یه مفهومی هست به اسم فانکشنالیسم، در واقع میاد میگه که ذهن ما هم یه تابه. ببین ما دو تا مفهوم حالا ذهن داریم و مغز. مغز در واقع این موجود فیزیکیه، ذهن اون موجود موجودیت غیر فیزیکیه. این فانکشنالیسم میاد میگه که ذهن ما هم مثل یه تابه یا فانکشن کار میکنه، یعنی یه سری حالا قواعد و اینا توش تعریف شده، به ازای هر ورودی که میگیرین یه خروجی تولید میکنه. ورودی ها مثلا تمام اطلاعاتی که ما از محیط میگیریم، میبینیم، میشنویم، لمس میکنیم، اینا رو همه رو مغز میگیره، روش یه سری حساب و کتاب انجام میده، خروجی میده. واقعا هم همین اتفاق میافته. حالا شبکه های عصبی یا نورال نتورک هایی که طراحی شده توی کامپیوتر، در واقع تلاش کرده که کاری که مغز انجام میده رو شبیه سازی بکنه. یعنی مغز سری داده میگیره از طریق سنسورایی که داره، بعد هر کدوم از این نورونا فرض کنید یه عملیاتی روی اون داده انجام میده، میده به نورون بعدی، میده به نورون بعدی، همه اینا این عملیات رو روی هم جمع میشه، یه خروجی تولید میشه. برای همین مثلا حالا نورونای مغز ما یاد گرفتن که توی شرایط خطر حالا شما یا شروع میکنی به جنگیدن یا شروع میکنی فرار کردن. این توی مغز شما طراحی شده، غیر این رو انجام نمیدی. هر کسی حالا ممکنه به نحوی این واکنشش فرق کنه، ولی این فانکشنالیسم میگه که اینه داستان، اینه که ما یه سری در واقع برنامه توی مغز هست که این برنامه ها باعث میشه شما یه سری ورودی بگیری، یه سری خروجی داشته باشی. اینجا یه مفهوم مطرح میشه به اسم strong AI. AI یعنی artificial intelligence. مغز رو میگن میتونه strong AI باشه. میگشه که گفتی فکر خیزی دیگه بگی جالب بود برد. یعنی چی؟ یعنی که ذهن ما تمام احساسات، افکار، حافظه، باورها، خاطرات، تمام اینا سندلی من خیلی صدا میده باش. خب strong AI میگه که تمام اینا میتونه یه برنامه‌ای باشه که توی مغز ما ران میشه. سخت افزار نرم افزاری بهش نگاه کنیم، مغز ما سخت افزاره، یه سخت افزار قویه، اون برنامه هی نرم افزاره. یعنی گفتم تمام احساسات، باورها، خاطرات، عقاید، همه اینا یه برنامه پروگرامیه که توی مغز ما ران میشه. مغز سخت افزار، ذهن ما میشه نرم افزار. این میشه استرانگ ای آی که در واقع توی فانکشنالیسم مطرح میشه. و میگه که چون در واقع مغز رو فقط یه سخت افزاری مطرح کرد که روش این نرم افزار رام میشه، حالا هر موجودیتی که ما طراحی کنیم که به ازای گرفتن یه سری ورودی یه سری خروجی رو تولید کنه، اون موجودیت در واقع میتونه مثلا هیومن اینتلیجنس رو به وجود بیاره، چون مغز رو یه چیز کاملا فیزیکی در نظر گرفت که یه در واقع یه سری فانکشن یا یه سری برنامه رو داره ران میکنه. پس اگه ما حالا به صورت مصنوعی تونستیم یه همچین مفهوم مشابهی رو درست کنیم، ما ذهن داریم، در واقع مایند داریم. بعد آره اون آزمایش فکری قراره به این حمله کنه، اینو زیر سوال ببره. حالا جلوتر میگم چجوری. یه دوتا مفهوم دیگه هم باید مطرح کنیم، مفهوم سینتکس و سمانتیک. سینتکس در واقع همون حالا ظاهره، یعنی اون فرهاد که توی اون اتاق نشسته، حروف چینی که براش میاد، فرهاد مثلا میتونه تشخیص بده که چه می‌دونم ارتفاع این حرف چینی که اومده، این کاراکتر چینی که اومده از قبلی مثلا بیشتر، بلندتره، کمتره، نمیدونم طول کلمه‌ای که اومده بیشتره، کمتره، یا ترتیبی که این لغات توی جمله قرار میگیرن، مثلا اون گرامره. به این میگن سینتکس. سمانتیک چیه؟ سمانتیک در واقع معناییه که اون کلمات میتونن داشته باشن، که اون هیچ وقت نمیفهمه. آره مثلا این ورقی که من روش فارسی نوشتم و شما به یه خارجی بدید، ممکنه یه سینتکسی رو از توش در بیاره، مثلا متوجه بشه که آره اینا از راست شروع میکنن به نوشتن، نمیدونم حروفشون به هم چسبیده است، نمیدونم تشخیص بده که این لغت طولش از اون یکی کمتره، کاراکتریستیکش رو در بیاره مثلا. آره
ولی معنی این رو نمیتونه بفهمه، سمانتیکش رو نمیفهمه، سینتکسش رو میتونه بفهمه. فرهادی که توی اون اتاق نوشته با حروف چینی سر کار داره، سینتکسش رو میفهمه، اون کتابه داره بهش میگه این اومد این خروجی رو بده، سینتکس متوجه شد، ولی سمانتیک رو نمیفهمه، معنای اون نامه هایی که اون خانم چینی براش میفرستاد و فرهاد هیچ وقت نفهمید. ممکنه که سینتکس رو بفهمی، سمانتیک رو نفهمی، ولی برعکسش وجود نداره. آره دقیقاً، یعنی شما از سینتکس به سمانتیک نمیرسی قطعاً، ولی برعکس مثلا نگاه کنید بچه‌ها زبان مادریشون رو بلدن، ولی آیا سینتکسش هم بلدن؟ نه نه میتونن بنویسن، نه میتونن بخونن، نه گرامر بلدن، ولی معنا رو کامل میفهمه. جمله‌ای هم که میسازه ممکن غلط باشه، ولی همچنان معنی رو به تو میرسونه. پس از سینتکس نمیشه به سمانتیک رسید. آره این دقیقاً حالتی که برای فرهاد توی اون اتاق پیش اومد. این یه مفهوم دیگر هم ما راجعش صحبت کردیم. پس اینجا راجع به حالا فانکشنالیسم یا استرانگ ای آی صحبت کردیم، سینتکس و سمانتیک رو گفتیم. یه چیز دیگه هم که باید بگیم، راجع به آقای آلن تورینگ هم باید صحبت کنیم که ایمان میشناستش، فیلمش رو دیده. در واقع آقای آلن تورینگ کامپیوتر ساینتیست بودن که یه ماشینی رو طراحی میکنه به اسم، حالا فارسی میگن ماشین تورینگ، تورینگ ماشین. در واقع این یه ماشین تئوریتیکاله که تمام کامپیوترهای امروزی بر اساس این ماشین ساخته شدن. که این ماشین چیه؟ شما فرض کنید یه نوار داره، خب یه تیپی هستش، این تیپه سلولای مختلفی داره، یعنی مثلا فرض کنید یه تیپ، یه نوار ورودی داشته باشیم، اینو به 10 قسمت تقسیم کنید، توی هر کدوم این قسمت ها میتونه صفر نوشته شده باشه یا یک. خب این ماشین آقای تورینگه. بعد فرض کنید یه مثلا حالا یه وسیله میتونه بیاد روی هر کدوم از این قسمت های این تیپ، اون صفر و یک رو بخونه، بعد بلد باشه با اون صفر و یک چی کار کنه، مثلا پاک کنه صفر رو بکنه یک، یک رو بکنه صفر. فرض کنید مثلا یاد گرفته هر جا یک دید بره کاراکتر بعدی، بره کاراکتر بعدی، اولین جایی که صفر دید صفر رو پاک کنه مثلا بکنه یک، بعد بره بعدی، دوباره هر جا یک دید این کار بکنه، به صفر دوم که رسید مثلا برگرده عقب یک پشت سریشو بکنه صفر. این میشه تابع جمع. خب انگلیسی چی میدونی چی میشه تابع جمع؟ اد جمع، جمع اعداد رو اینجوری داره به شما یاد میده این کار رو انجام بدید. اد حالا خیلی جزئیاتش خیلی مهم نیست، ولی این ماشین آقای تورین که خیلی معروفه توی کامپیوتر، میگم تمام کامپیوتر امروزی بر اساس این طراحی شدن که یه تیپی داریم توی این تیپ 0 و 1 نوشته شده باشه و یه برنامه‌ای باشه که با خوندن هر کدوم از این 0 و 1 ها بدون قراره چی کار بکنه، مثلا 0 دید پاک کنه بکنه یک، یا یک دید 0 دوم دید برگرده عقب، این میتونه همه چیز رو در تئوری پیاده سازی بکنه. تمام این کامپیوترهایی که ما باهاش کار میکنیم همش همینه دیگه، تمام این پروگرام‌های مثلا پیچیده چون فتوشاپ، این برنامه‌ای که ما باهاش ضبط میکنیم، اینا تهش داره تبدیل میشه به زبان ماشین. اون خروجی ته یه سری صفر و یکه، ماشین که چیز غیر این نمیفهمه. و حالا اون ماشین هم داستان اینه که سینتکس رو میفهمه، سمانتیک رو نمیفهمه. خب اون میدونه مثلا یک دید چیکار کنه، صفر دید چیکار کنه، ولی نمیفهمه چه. اون برای اون جمع که معنی نداره، برای اون نمیدونم فتوشاپ تولید کردن که معنی نداره. خب پس اون ماشین هم سینتکس رو میفهمه، سمانتیک رو نمیفهمه. بعد آره اینجا این آقای تورینگ یه کار خیلی بزرگی هم کرده. میدونید توی جنگ جهانی دوم این آلمانا که اطلاعاتشون رو اینور اونور میفرستادن از طریق امواج رادیویی، ماشینی داشتن به اسم انیگما. این یه دستگاه رمزگذاری فوق پیچیده بود که تمام در واقع سیگنال‌های مخابراتی که اینا میفرستادن کد شده بود، برای همین متحدین اینا رو نمیفهمیدن، هر چقدر هم این سیگنال‌ها رو میگرفتن متوجه نمیشدن. کار خیلی بزرگی که این آدم کرد این بود که یه ماشینی در واقع از همین ماشین تورینگی که طراحی کرد آقای آلن تورینگ، تونست انیگما رو دیکد کنه، یعنی متوجه بشه که اون پیغام‌ها معنیش چیه و اینا. حالا اون فیلم The Imitation Game‌ش هم اگه دوست داشتید ببینید، بعدی نبود فیلمش، حالا بهش خیلی نبدم وارده، منتقد فیلم هم هستن. نه نه منتقد فیلم نیستم، بخاطر اینکه کاراکتر این آدم رو درست نشون داد. خیلی تاکیدش روی این بود که این آدم همجنسگرا بود، بعد مثلا دولت بریتانیا پدرش در بود به خاطر همجنسگرا بود، آخرش هم از بین رفت دیگه سر همین موضوع. ولی اصلا کاری که این کرد برای کامپیوتر ساینس خیلی بزرگتر از این حرف هست.
آره اون اصلا این ماشین تورینگ در واقع استفاده کرد و تونست اون ماشین انیگمای خفن آلمانا رو دیکود کنه. آره پس شد این چی شد این مفهوم دیجیتال کامپیوتر امروزی که ما داریم؟ اینا هم پس سمانتیک رو نمیفهمن، اینا سینتکس رو میفهمن، دیجیت مانیپولیشن انجام میدن، اون صفر و یکایی که تهش به ماشین به زبان ماشین تبدیل شدن اینا بلدن چجوری مانیپولیت کنن و اون کاری که لازمه رو انجام بدن. خب حالا بیایم برگردیم به آزمایش فکری. الان با مفهوم استرنگ ای آی آشنا شدیم، با سینتکس و سمانتیک آشنا شدیم و راجع به ماشین تورینگ هم صحبت کردیم. توی اون آزمایش فکری که فرهاد داخل بود، فرهاد خیلی خوب بلد بود دستورالعمل‌ها رو اجرا کنه، یعنی سینتکس رو خیلی خوب میتونست مپ کنه و خروجی رو بده. از اون طرف دستورالعمل رو که کسی که نوشته بود خیلی خوب نوشته بود، تمام اون ایف و السا رو درسته. خیلی خوب به زبان چینی نوشته بود، طرف خیلی آدم مسلطی بود به زبان چینی. فرهاد فقط سیمبل مانیپولیشن انجام داد، درسته؟ این وسط فرهاد از طریق سینتکس هیچ وقت به سمانتیک نرسید، فرهاد هیچ وقت چینی یاد نگرفت، در صورتی که اون برنامه به بهترین شکل داشت کار میکرد. اون خانم چینی هم که بیرون بود و چینی بلد بود کاملا متقاعد شده بود که اون توی انسانیه که چینی بلده و عاشق فرهادم شده بود. نه همون تو دیگه چینی یاد نگرفت، خاک بر سر. آره تمام پدرای ایران بی احساس. آره همه اون تو بودی. این آقای تو رو فرستادم بری چین اون فارسی در صحبت کنی آخرش. جانسل در واقع با این آزمایش فکری که مطرح میکنه نشون میده که ما ممکنه که ماشین هایی داشته باشیم که دیجیت مانیپولیشن رو به بهترین شکل انجام بدن، سیمبل مانیپولیشن رو به بهترین شکل انجام بدن، ولی understanding فهم که در واقع بهش میگن state of the mind، state of the mind انسانه، ما فهم داریم دیگه، ما سمانتیک رو میفهمیم، چیزیه که فانکشنال ماشینا هیچ وقت نمیتونن بهش برسن. یعنی سمانتیک رو فانکشنال ماشینا هیچ وقت متوجه نمیشن. پس این حمله میکنه به اون ایده فانکشنالیزم و استرانگ ای آی که میگفت مغز انسان یه سخت افزار خیلی قویه، ذهن انسان یه پروگرامیه که روی اون سخت افزار قوی ران میشه. آقای سرل با این آزمایش فکری به اون ایده حمله میکنه و میگه همچین چیزی وجود نداره، بیا ما یه ماشین طراحی کردیم به بهترین شکل داره ورودی رو میگیره، خروجی عالی میده، ولی هنوز فهمی نداره، فرهاد چینی یاد نگرفت. اگه یه فانکشن دیگه بهش اضافه میکردیم اونجا ممکن بود چینی هم یاد بگیره دیگه. آره اون یه پروسه جداست، اون دیگه حالا همین نکته. ببین در واقع کامپیوتری که ما الان داریم بهش میگن دیجیتال کامپیوتر، اینا از طریق در واقع با طراحی آقای تورینگ طوری طراحی شدن که بیت مانیپولیشن انجام میدن، صفر و یک رو میخونن انجام میدن. حالا اون چیزی که تو میگی اون دیگه دیجیتال کامپیوتر نیست، داستانی که ما از طریق دیجیتال کامپیوتر اون ترین کردن ای آی، حتی ترین کردن ای آی هم باز دیجیتال کامپیوتر، همشون آره روی دیجیتال کامپیوتر راه میشن. ببین داستان اینه که ما از طریق دیجیتال کامپیوتر هیچ وقت به فهم نمیرسیم. ببین الان دستگاهی مثلا توی هوش مصنوعی زیرشاخی هست، حالا حسین هم توضیح داده بود توی اون اپیزودش، NLP Natural Language Processing. الان شما به این به خیلی از کمپانی‌ها که تکست بدی آدم اون پشت نشسته، ولی حرف شما رو میفهمه، حرف کاملا معنادارم به شما. مثلا فرض قرآن خیلی هاشون نمیفهمن. فرزاد بود دیگه، فرزاد نمیفهمن. با نه با اون کمپانی ماشین تکست داده بودی امندگی برده بود نمیدونم افتضاح. خب در واقع اون به اون میگن NLP دیگه، شما صحبت هایی که میکنید رو اون میتونه مپ کنه، معنیش رو در واقع مپ کنه ببینه چه جوابی باید به شما بده که معنادار باشه. فرض کنید شما یه بسته پستی فرستادید، میخوای ببینید مثلا بسته چی شد، میری با اون چت بات بهش میگن، با همون ربات چت بات میگه که مثلا بسته من چی شد، میگه شماره تو تریکینگ نامبر رو بده، شما تریکینگ نامبر رو میدی، اون مثلا میره نگاه میکنه به شما جواب میده. اون کامپیوتر دیجیتال کامپیوتر سمانتیک رو متوجه نمیشه، ولی چون پروگرام خیلی خوبی براش نوشته شده یه حرف معنادار به شما برمیگردونه. شما باورتون میشه دارید با یه موجود هوشمند صحبت میکنید، ولی آقای سرل با این آزمایشش میگه که اون آندرستندینگی که مغز ما داره اون تو وجود نداره،
فقط این بیت مانیپولیشن. یه مثال بزنم از این که گفتی، من هفته پیش، یعنی هفته پیش که یک ماه پیش چند تا کیبورد سفارش داده بودم از اپل، بعد نیومد و اینا، معلوم شد که گم شده بوده، یعنی ادار پست گم کرده بوده و اینا. بعد زنگ زدم که پیگیری بکنم، دقیقاً با همچین سناریوی مواجه شدم. من داشتم یک رو با یه ماشین حرف می‌زدم، اطلاعاتو از من می‌گرفت، مثلا با یه سرعت آدمگونه‌ای تایپ می‌کرد، تایپش می‌اومد اینا. بعد آخرش به من گفتش که حالا من تو رو پاس میدم به همکارم، همکاره به من از من فیدبک خواست از در رابطه با این حالا تجربه‌ای که داشتم. بعد من اونجا خیلی تعجب کردم، کرکوپرم ریخته بود که چه اصلا من نفهمیدم داشتم با یه ربات حرف میزدم. یه مثال نغزم من بعدش بزنم، تونشو بالا پای میبرد، مثلا من یکم چیز شده بودم، شاکی بودم و اینا، منو آروم کرد، گفت حالا مثلا من میفهمم فلان. خیلی تمیز بود اپل اینو به بهترین حالت. ولی بعضی موقع هم که زنگ میزنی و با آدم صحبت میکنی، مطمئنی که با آدم، یعنی با یه موجود باهوش صحبت نمی کنی. بعضی موقع حتی آدم هم نمیفهمه تو داری چی میگی اونجا. من پیروز خب الان خانواده دارم میرن ایران، بعد آره، بعد من زنگ زده بودم که بپرسم آقا پی سی آر نیاز داری یا نه. بعد زنگ زده بودم لوفتانزا میپرسم که خانم من میدونم ایران پی سی آر دیگه نیاز نداره برای ورود، تو اگه ایرانی باشی پی سی آر نمیخوای. لوفتانزا یعنی فرانکفورت، برای اینکه تو مثلا توی اون ترانزیتش بمونی مثلا 4-5 ساعت، اون پی سی آر نیاز داره نیاز نداره. بعد زنه خیلی اصرار داشت که توی وبسایتمون هست. بعد بهشون گفتم که درسته، شاید باشه، من نتونستم پیدا کنم، برای همین داریم الان با هم صحبت میکنیم. بعد همینطوری هی اصرار داشت که هست. بعد گفتم که خانم باشه، فقط شما برای من بخون از تو وبسایت، الان برای من شما برو پیداش کن بخون. بعد گفتش که نخوند اینو، ولی گفتش که نیاز دارید. بعد ما پی سی آر بوک کردیم و در واقع قرار بود که دیروز برن انجام بدن. بعد یه جای دیگه یه تماس دیگه هم برای محکم شدن گرفتیم و ایشون گفتن که نه نیاز نداره پی سی آر. با دوتا موجود هوشمند صحبت کردیم، دوتا جواب مختلف گرفتیم. حالا در آلمان پی سی آر رو ندادن، خانواده به قول خارجی‌ها دارن وینگش میکنن. آره. حالا میدونی این کال سنتره که شما زنگ میزنین، اون آدما رو هم دارن به ماشین تبدیل میکنن، یعنی اون آدمی که تو باهاش صحبت میکنی جلوش یه کامپیوتره، به ازای هر سوالی که تو آره. میپرسی میگه چه جوابی رو بده، یعنی اون از فکر خودشون لحظه استفاده نمیکنه. اینا همشون یه اینستراکشن آره آره همشون نه هم صد همش کدومشون شخصی داره. چیز نمیکنه، یعنی اون لوفتانزا براشون گفته این سوالو پرسید بگو توی سایت هست، اصلا اون آدمه نبوده. آره ولی مثلا میتونی بگید کجای سایت هست حتی، یعنی اون سیستمه نمیگفته. آره به خاطر مسائل حقوقی و اینا به اینا اجازه نمیدن هر چی دلشون میخواد بگن، همه چیز اسکریپت شده هست. میگه سوال یه فلوچارت خیلی خفنه، اینجا میای اگه مثلا سوال این بود بیا اینجا، جواب این بود برو مثلا این ور، یکی بود برو اون ور. حالا من یه نکته در مورد این که میگی اسکریپت ده بگم، توی کمپانی که کار میکردم قبلا فرهادم اونجا کار میکرد یه مدتی، بعد حالا زیاد سیستم AI و این چیزا که اصلا نبود، ولی اینا اومده بودن تحقیق کرده بودن که مثلا تو میخوای فلان آیتم رو بفروشی، یا مثلا مشتری اومده برای یه کار دیگه ای، تو میخوای اون آیتمی که سود آوره واسه کمپانی رو پرزنت کنی و بفروشی. و تحقیق کرده بودن که تو بیای یه جمله خاص رو که خودشون تو که میگی نوشته بودن که اینو بگی، مثلا نیای از خودت یه جمله بگی، اینو بگی، درصد این که طرف حالا یه سوال فالوآپی بپرسه آره و بیاد اون محصول دیگر رو بگیره خیلی بیشتره. و من واقعا اینو حس میکردم که مثلا یه مدتی بعد پرینت کرده بودن اون جمله ها رو، حالا به صورت رو کاغذ بود کنار مانیتور میدیدی که همینطوری تو ججت باشه. من از خودم که جمله میگفتم سریع طرف میگفت نه، مثلا این جمله ها رو که میگفتم خیلی فرق. آره خیلی برام جالب بود این داستان. حالا شما با اینجور چیزا مهربونید، با اینجور کانورسیشن خودتون اگه طرف مشتری باشین و یکی بخواد مثلا زنگ زدی به یه جا یه کار دیگه داری، طرف میخواد یه جنس هم بهت بندازه، من خیلی
آره مستقیم به یارو میگم که کار من انجام بده، اصلا اینترستد نیستم زیاد آره صحبت نکنم، حوصله ندارم. نه اون یه حالت این پرسن چیزی بود دیگه، تو آفیس طرف میومد و سمیمانه. یه ذره رو تلفن آره میدونم اینتیمیت. تو چی تو باشون گفتی مهربونی گوش میدی یعنی به حرف طرف؟ من همیشه گوش میدم ببینم چرا واقعا به درنم بخوره، ولی وقتی بزنم به درنم میخوره ردش میکنم. فرهاد همیشه از تهدیدها فرصت میگیره. تو چی؟ من خیلی صحبت نمی کنم با آدما. آره البته کانون یادت بود یه سرویسی رو می‌خواستی قطع بکنی 6 ماه طول کشید خودش اکسپایر شد. آره من یه کریدیت کارت مثلا یک سال خورده انقدر استفاده نکردم خودش دیاکتیو شد. اون سرویس فرانسوی بود که واسط میومد چیزو از بانک، نه بریل میمه به خط بریل هنوزم میاد. من یه بار رفتم بانک و اونو گفتن کنسل که هنوز برای ما خط بریل هنوز میاد، استیتمنت من میاد خیلی رو... سال دیگه های کار رو ولی دیگه مشکل خودشون. من یه دار رفتم چیکار کنم دیگه آره مقدار درختی که کار رو اینجا مصرف کرده توی اصلا من نمیدونم کجا اومده. رفتم یارو گفت باش اینو خوش برای خودته اینو... آره استیتمنت من میاد، استیتمنت توه اونو میدونیم. آره بعد شاید میخوان سعی کنی یه فانکشن بنویسی ازش چیز معنادار. این همه بعد کاغذاشون کاغذ معمولی نیست، یعنی کاغذ خاصیه تو آزمایش فکری خبر نداره. آره آره من دارم آزمایش می‌کنم. کاغذش کلوف بلاینده. آره دیگه واسه چک نویس خوبه، بعد پشتش بنویسی. وزیر ارتباطات اینو گفته کاغذش کلوف. آره حالا این جمله آخره من اینو بگم چیزی سی شعر رو رپ آپ کنم. بله من ببندم پسو. اینه که داستان اینه که پس ما با این دیجیتال کامپیوتر الان که داریم ما نمیتونیم فهم رو به ماشین اضافه کنیم، فهم با این تعریفی که انسان ها داره، ولی داستان اینه که خب مغز انسان هم یه ماشینه دیگه و ما فهم داریم. این ماشین هم بالاخره یه جوری توی تکامل به وجود اومده. پس داستانی نیستش که ماشین ها نمیتونن فهم داشته باشن، مغز ما یه ماشینه و فهم هم داره. این دیجیتال کامپیوتری که ما الان داریم نمیتونه فهم بشه. این آقای سرل با این آزمایش فکریت چاینیز روم انجام داده. بعد خیلی با این 1989 اینو گفته. متنشو که میرید میخونید قشنگ ریسیسته این متن. اصلا انتخاب زبان چینی، مدلی که راجع به کاراکترها صحبت میکنه واقعا ریسیسته. یه دیدگاه نجات پرستانه. آره متوجه میشید. ولی خب حالا اون موقع حساسیت کمتر بوده، خیلی ایرادی وارد نیست. ما خود مفهوم رو باید متوجه بشیم که این فیلسوف راجع به چی صحبت میکرده، ولی خیلی جالبه. مثلا کاراکتر چینی رو به یه چیز دیگه تشریح میکنه، میگه اگه اینو دیدید مثلا اینو بنویسید. ولی خب بازم خوب انتخابی بوده چون واقعا سخته. آره مفهوم رو میرسونه. ما که چینی میبینی خب اشکالش رو متوجه میشیم. آره یه سری شکل مثلا یه جا شبیه خونه است، یه جا شبیه یه چیز دیگه است، ولی کاملا سکسیست که نگفتم ریسیست. ریسیست گفتم. آره درست گفتم. نجات ستیزانه. آره همین عجیبه. حسن نباش باحال بود. توفیق و عدلال هم انرژی خوبی هم داشتیم و خیلی انرژی نه جدیمی هم با خوب بود اپیزود دیدم از الان حس راحتی که من کارم انجام دادم. خیلی زیاد اینا رو که NFT میکنم تا 5 شقه دیگه گرسنش میشه. نه هنوز نه یه دستشوی با بره مثل دوایت بود جیم ترینش کرده بود یه کاری میکرد مثلا دوایت آب میخورد یه صدایی میزد. آره آره من افسرتی شده میخوایی کامنت داری چیزی برای اون بخونیم که در مورد دپرشن من نباشه چیز اونا خیلی زیاد بود. یکی گفته بود تولدمه، تولدم تبریک بگی. تولد مبارک. خیلی ممکنه تولدشون باشه. نه خب یه شخصی بود که اومده بود زیر یوتیوب کامنت داده، من اسمشون رو یادم نیست ولی ایشون گفته بودن که تولد من اون موقع. 366 نفر برنامه رو نگاه کنن حتما دو نفر هستن که حداقل دو نفر هستن که تو یه روز تولدش و اون روز یه دقیقه صحبت بکنیم. بابا بیرون تکنیکال دیفیکالتیه کسایی که آره بارون عجیب چه جوری که امسال امیدوارم تابستون داشته باشیم برگشت حتی با هیت ویو بدون هیت حتی با هیت ویو فقط داشته چون پارسال شما که داشتید میمردید. من که هیچ مشکلی نداشت. من که دو کوله رو من اذیت شدم چون نژاد شما چیز نمیگه. من گذاشتم گرماش نمیداشتی ولی یه پارسه واقعا گرماش بد بود سخت بود. داره چهل تو کولر خیلی بره استفادهش نکردی. من یکی دو روز آره. حدود 50% گرونتر از قیمت عادی کولری خریدیم و یکی دو روز استفاده کردیم دیگه رفتیم تو زمستون. کولرش کولر حقیه ولی مثلا امسال
مامان امیر شما روستاشون صحبت میکردن، مثل اینکه استرالیا هیچ تابستونی نداشته، همش سیل و بارون و اوضاع خیلی هم خیته، همه جا میگن سیله بارون به اون جا؟ چی؟ شیطان شد یا آقای فرد شیطان یه سری کامنت اومده بود، حالا هم روی اینستاگرام ما میگفتن هم روی خود کست باکس کامنت گذاشته بودن که مشکلی داشت، VPN مسکه میخواد، کست باکس رو فیلتر کردن، ما فیلتر شد یا کلن کست باکس فیلتر شد؟ کست باکس نه، مثل این که انکر جایی که آپلود میکنیم ایران رو تحریم کرده به خاطر تحریم هایی که وجود داره و از این ور تحریم شدیم، تحریم شدیم فیلتر نشدیم. میبینی که ایران ایرانی جماعت یا تحریم میشه یا فیلتر میشه دیگه، یعنی یا از اون ور دسترسی به اطلاعات کم میشه یا از این ور دسترسی به اطلاعات ازت میگیرن. اینطوری دفعه پیشم این اتفاق افتاد، ولی انکر ادرس که درستش کرد، ولی این دفعه مثل اینکه جدی تره. ولی میگفت ما به همه پیشنهاد میکنم این قرار وی پی ام بزنید دیگه، بیاین یوتیوب ببینید دیگه. میگفتن ستای آخر رو نمیتونستن گوش بدن از یه جا به بعد احتمالاً. ولی ما هیچ پروسه خودمون رو تغییر ندیم، یعنی همیشه همین بوده، یه جا آپلود میکنیم، چیزی از طرف ما تغییر نکرده، اگر تغییری هست یا از ایرانه یا از در واقع سرویس پادگیریه که داریم اش استفاده میکنیم. یکی کامنت داده بود در مورد اینکه من موبایلمو اینوری میگیرم، مثلا اگه تو سنت زیاد و این کار رو چیه راحت تره یه کمی کامنت خوندن، چون نوعی که من آره کامنت ها رو در میارم اینطوری بهتر. کیان توی یوتیوب اپیزود کارون بمب اتمی کامنت گذاشته بود که این اپیزود رو یه بار دفتر کارم گوش کردم، الانم خونه دارم دوباره گوش میکنم، حس میکنم حتی جا داره فردا تو سفرم گوش کنم. و دمت گرم، ولی اپیزود ما زیاد داریم. اگر میخواین گوش بکنی یه بارم رو یوتیوب ببین، به نظر من اگه جای تو باشم یه بار رو یوتیوب. ولی جالب بود، من رفتم خونه اون نوکمپه رو چیز کردم، اصلا نیم بیشتر نیم ساعت همین تو جای مختلفو میزدم میبینیدم، ولی اعدادش اعداد کژوالتیش یکم چیز بود اونجا میزنه به دل نکشه. نه ممکنه الان اون دقیق نباشه، آره دقیق نبود، اون موج انفجار رو میبینی تو کجا، خیلی وحشت. آره خیلی جالب. محمد گفته که چند ماهیه با شما آشنا شدم و پادکستی به جز شما تا حالا گوش نداده بودم و این جمع دوستانه واقعا آدم رو جذب میکنه که کل اپیزودها رو ببینه. یه سلامی هم از اصفهان به آقا فرزاد و فرهاد عزیز. آره پارتی بازی کن محمد جون از اصفهان. دوره محمد دیگه به ما گفتن دوره محمد و سلام خودکست رو موقع فیفا بازی کردن گوش میدم و میبینن ترکیب عجیبی به شما میدم. یه نکته ترکیب عجیب، من که حالا فیفا زیاد بازی نمی کنم و چی میگم زیاد ادعایی هم ندارم، ولی یه چیزی که نوتیس میکردم قبلا این بود که اگه یه صدای دیگه مثلا حالا پادکست یا تلویزیون روشن باشه یه جای دیگه، من فوکسم بیشتره تو بازی کردن تا اینکه مثلا سکوت باشه و فقط صدا بازی بیاد. حالا شاید ایشون هم اینطوری هم. یکی دیگه هم گفته بود تو ونگارد داشته بود گان آف چیز میگرده بود آپگرید میکرده بود. همین جزو گفته بود اون ایده بابا خیلی خوبه، لطفا یه اپیزود باباهاتون بدید. یکی هم گفته $200 میدم. آره دی درآمد افتاد. من آخه ما گفته دونیت میکنم، ولی ما دونیشن لینک نداریم، ولی خب برادر اگه پدر اومده خیلی خنده میشه. ارجنگ آنون گفته که سلام و عرض ادب، خسته نباشید کارون جان. بمب تزار تا جایی که من میدونم بم هیدروژنی بود که انرژی آزاد شدهش حاصل همجوشی هسته ایست، در حالی که بمب هایی که تو ژاپن استفاده شد اورانیومی و پلوتونیومی بود که انرژی حاصل شدهش حاصل شکافت هسته ای بود. آره اینو من خوندم، درست میگن ایشون. حالا من خودم سواد فیزیکی ندارم که دقیق بدونم تفاوت هیدروژن و حالا بمب های هیدروژن یا اون پلوتونیوم یا اورانیوم. اورانیوم آره اونا چیان، و
ولی حالا اون منابعی که من دنبال میکردم در واقع اینا رو همه رو زیر یک مجموعه قرار داده بود. در واقع چون ماهیتشون با بمبای معمولی که استفاده میشه فرق داره، از ویژگی اتمی در واقع این عناصر جدول آقای مندلیف استفاده میکنن، اینا زیر یک مجموعه قرار گرفته بودن. منم اون منابع رو دنبال کردم، وگرنه ما که صاحب نظر نیستیم. یه سوال، حالا توی تو ونکوور ماشین هیدروژنی دیدین؟ بله، زشت‌ترین ماشین دنیاست. من هیدروژن پامپ دیدم واقعیتش توی نه تو نورتون. آره توی وست ویو. بعد اصلا نمیدونم داستانش چیه، یعنی این با هیدروژن داره میرا. اوکی، بعد چه جوریه نسبت مثلا مصرفش اینا کمتره؟ خب آب میریزه بیرون ماشین. آب یعنی یه اگزوز داره، یه لوله آب داره مثل کولرا، آب تولید میکنه همونطور که راه میره. خب میدونم مزایاش اینه که 1000 کیلومتر نزدیک 1000 کیلومتر میره با یه باکش. باکش چند؟ حالا اون دیتیلشو نمیدونم. نه چنده مثلا بخوای باکو پر بکنی؟ ارزونه یا اینکه؟ آره ارزونه، میدونم که خیلی ارزون تر بنزینه. خب بریم ماشین هیدروژنی. نه ولی اصلا نیست، نمیتونی بخری، فکر کنم 4-5 سال تو صفی. نه بابا، قدرت موتور ایناشو خوبه؟ بد نیست. سلام رسونه. نمیدونم. حالا نمیخوام. حالا که ماشین باحالیه. فکر کنم دلیلی که این ما میپرسه اینه که تو آمریکای شمالی بعد از این جنگ روسیه خیلی بنزین گرون شده. حالا افرادی که شاید ایران باشن باز بهتر شده الان. ندونن ولی پایین. آره. جا؟ یعنی مبلغ اومد پایین. 9 سنت. آره اصلا بهتر نشده. اون قیافه عددا سینتکس ما. آره تا 2.21 دلار. حالا اون چیز 91 تا چیز رفت، تا اون رفت برای بنزین سوپر و واقعا نمیارزه دیگه اصلا از خونه بخوای. برای یک کامنتی اومده بود، ما اینجا داشتیم میگفتیم گرون شده رفته رو 2 دلار، بعد یکی گفته بودن که اینجا خوبه توی آمریکا 4-5 دلاره. گلنه. آره. آره. من خواستم بگم که اینجا لیتر، اونجا گالونه. که هر گالون 4 لیتر بدم چقدره؟ آره. فرق داره. آره. اینجا لیتر از اون داره. آره. هفته پیش یک شنبه سر همین میز نشسته بودیم و گفتیم که فکر کنم کارون گفت که امروز روز اسکاره و من و ایمان هم در اومد گفتیم کی دیگه اسکار میبینه؟ دقیقاً جمله‌ای بود که و شب دیدیم که همه دنیا. نمیشه هفته اپیزود بعدی. دیگه جالب نگیم. یه ساعت شده. ببندیم اپیزودو بریم برای اپیزود بعدی. دم همه گرم. خفقان من نجات دادید. ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکست، توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام. هر کی میخواد با مرتضی مستقیم داشته باشید میتونید توی تمام فضای مجازی برای ما پیام بذارید. ما تا جایی که بتونیم جواب پیام ها رو میدیم. ما میریم پنج شنبه با یه اپیزود دیگه برمیگردیم. خدافظ. 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 خدافظ.